دهها نفر از کسبه کشاورزان و رانندگان کامیون ترکتور منطقه کاله فرانسه روز دوشنبه در اعتراض به وجود اردوگاه پناهجویان مسوم به جنگل بزرگراه منتهی به این شهر را مصدود کردند معترضان خسارت تخریب هرچه سریتر اردوگاه جنگل شدند به گفته آنها حضور پناهجویان موجب رکود اقتصادی منطقه شده این نخستین تظاهرات از زمان ورود پناهجویان به اردوگاه کال است یکی از معترضان میگوید قیافه من ببینید چقدر خستم دیگر توان ندارم یک مغازه با دوازده کارمند دارم و دیگر نمیکشم یک راننده کامیون نیز میگوید از وضعیت مهاجران در کاله خسته شدیم آنها روز به روز خشنتر میشوند صبح از خانه بیرون مییاییم و نمیدانیم بعد از ظهر چطور به منزل برمیگردیم آنها به سوی ما سنگ و میله آهنی پرتاب می‌کنند. آنها حتی قمه هم دارند من یک کودک پنج ساله دارم و نمیخواهم یتیم شود شودی قرار تلاش می با پرتاب سنگ و بند راه از سرعت کامیان ها بکاهند تا به این ترتیب بتوانند خود را در کامیون ها مخفی کنند و به سمت دیگر مرز بروند. سردار میگوید قانون فرانسه به ما اجازه نمیدهد که مهاجران قاچاقچی ها و فعالان مدنی بدون مرز را دستگیر کنیم یا آنها را تحت تعقیب کیفری قرار دهیم. برنارد کزنوف وزیر کشور فرانسه روز جمعه گفته بود که اردوگاه پناهجویان جنگل به صورت روشمند و کنترل شده تخریب خواهد شد با این حال بهی ای برای جلوگیری از بروز خشونت تاریخ تخریب را اعلام نکرد